توفنگت را زمین بگذار، توفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خمار ناهنجار. توفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن، من اما پیش این اهریمنی ابزار بر شما همه همیهنان عزیز و گرامی. فضایل عزیزان هستم. این برنامه از طریق تلویزیون آزاد تقدیم حضورتون میشه. ویژه برنامه ایه که به خاطر ترور یکی از فرماندهان ارشد سپاه در چرز به نام مجتبی احمدی تقدیم حضورتون میشه. در روزهای اخیر ترور مجتبی احمدی در صدر اخبار بوده و سایت البرز وابسته به سپاه پاسداران اولین سایتی بود که این خبر رو منتشر کرد. خبر اولیه که بعدن هست شد این بود که یکی از فرماندهان سپاه در چرز در حوالی چرز در باقی توسط دو نفر که سوار بر موتورسیکلت بودن ترور شده. این خبر بعداً با یک خبر دیگر تعویض شد و جزئیات ترور در واقع حذف شد. اون دو نفری که نوشته بودن سوار بر موتور دو گلوله بر پیکر سردار سپاه زدن، اینا را حذف کردن. هیچ گروهی برای چند روز مسئولیت این ترور رو نپذیرفته بود و جمهوری اسلامی و سایت های امنیتی به ویژه سایت سپاه در چرز گفته بودند که این حادثه ناگوار در دست بررسی و انگیزه زارب یا زاربین هنوز مشخص نیست. روز پنجشنبه اطلاعیه‌ای در سایت تندر وابسته به انجمن پادشاهی ایران منتشر شد و اولین گروهی که مسئولیت این ترور رو به صورت رسمی با صدور اطلاعیه قبول کرد انجمن پادشاهی ایران یا گروه تندر شاخه داخل مسئولیت این ترور رو پذیرفت. اما 24 ساعت بعد از صدور اطلاعیه سخنگوی سپاه سرتیب رمضان شریف طی یک گفتگو با خبرگزاری ایسنا این ترور رو تکذیب کرد که این مسئله و گفت اساسا گفت این ترور نیست و گفت انجمن پادشاهی ایران سوء استفاده می کند. متهم کرد انجمن پادشاهی ایران رو به سوء استفاده. واقعیت چیست؟ چه کسی دروغ می گوید؟ سپاه می گوید انجمن پادشاهی ترور نکرده، انجمن پادشاهی می گوید کار ما بود. مهمان ویژه ما آقای جمشید شارمهده. آقای شارمهد خیلی خوش اومدید به برنامه. تشکر میکنم که دعوت تلویزیون آزاد رو پذیرفتید. آقای شارمهد قضیه چیه؟ میتونید توضیح بدید در مورد ترور فرمانده سپاه که از ایشون به عنوان فرمانده ارتش سایبری ایران نام بردید شما؟ شب شما بخیر جناب عزیزان. این رفتار سپاه پاسداران با این ضد نقیزگوهای در پیشاپیش اون ما را خیلی یاد جریان 6 سال گذشته در مسئله انفجار شیراز میندازه و اون هم فشار بسیار زیاد در نخست در عقب حرکت ها در
نفی این که یا انکار این که سپاه ضربه پذیر است. این اولین قدم است که نیروهای قهرمانی جمهوری اسلامی برمی‌دارن. دومین قدمی که برخواهند داشت انکار تا جایی که نمیشه، و بعد از اینکه این انکار غیر قابل پذیرش بود و تمام اسناد و شواهد نشون میده که این اتفاق افتاده و این ضربه خوردن، به قدم بعدی رو خواهند برداشت و اونم مظلوم نمایی. در جریان شیراز این بود که اعلام کردن دو تا بچه اونجا بوده، آدم های بیگناه اونجا بودن و کسانی که مورد ضربه قرار گرفتن نیروهای نظامی و یا شبه نظامی نبودن. سوم قدمی که بعداً برخواهند داشت این است که از طریق دیپلماتیک بخواهند به کشورهایی که محل سکونت یاران ما در خارج کشور هست فشار بیارن که جلوی فعالیت های اونها گرفته بشه. یک پروسجوری هست که ما تقریبا باهاش آشنا هستیم و اون هم نخست با انکار، بعد با پذیرش و مظلوم نمایی، و سپس با استفاده از حرکت های دیپلماتیک. بعد از واقعه ترور که این مسلم است که ترور هست، و یعنی وقتی خود سپاه پاسداران میگه انگیزه ضاربین هنوز مشخص نیست، پس این ضاربی باید باشه که ضربه این زده و بلای سر ایشون رو بده، بلای سر عضو سپاه پاسداران. در این که فرمانده بوده، رهبر بزرگ بوده یا کوچک بوده میتونم مثلا بحث بکنم، ولی اونجا که بند آب میدن این که انگیزه این ضاربین چی بوده، انگیزه ضاربین کاملا مشخص بوده. ما خبرها رو زمانی که دریافت میکنیم، اون چیزی که مربوط به بخش خارج کشور هست که اون بودن کار تبلیغاتی است، خبرهایی رو که از داخل دریافت میکنیم زمانی پخش میکنیم که مورد نظر فعالین باشه، یعنی اونا خودشون میگن که کی باید پخش بشه، و خبر به حساب به هلاکت رسوندن این فرد، این مهره سپاه پاسداران رو هم روز پنجشنبه یعنی چهارشنبه خیلی دیر وقت وقت لس آنجلس، یعنی صبح پنجشنبه بود اینو دریافت کردیم، و بلا فاصله با همون مرد به چیزی که مورد نظر بود انتشارش داد. خیلی ممنونم آقای چارمت. شما میتونید بگید جزئیات بیشتری اگه به لحاظ امنیتی مقدوره برای شما، چند نفر در این عملیات ترور از بچه های انجمن تا اونجا که خود شما اطلاع دارید شرکت داشتن؟ جزئیات ما نه در اختیار ما میذارن، اگر هم در اختیار ما بذارن ما اعلام نمی کنیم که جزئیات چی بوده، برای اینکه خود این مطالب میتونه قابل استفاده باشه برای دشمن که شناسایی بکنن این که چگونه بوده، چه جور بوده و چه زمانی به چه وسیله این کار اتفاق افتاده، هیچ کدوم قابل ذکر از طرف ما نیست. به مدت کافی زمانی که برای پخش این خبر انتخاب شد، به مدت کافی برای اینکه سپاه نتونه جلب کنه، یعنی وقت به اندازه کافی بوده که اون فرد تشییع جنازه بشه، تمام کارهایی که قرار بوده انجام بشه انجام بشه و کار رو خودشون اعلام بکنن و پس از اون اعلام بشه شده. همون گونه که پیش از این گفتم، تجربیاتی که ما در گذشته داشته میبینیم که خب دروغ میگن، به اندازه کافی دروغ میگن و صحنه سازی میکنن. وقتی یک مرکز بسیج مورد تعرض قرار میگیره و اونها ازش یک مسجد درست میکنن، و بعد ها من شنیدم در حسینی شیراز با سرمایه هنگفتی اونو تغییر شکل دادن و اصلا ساختمانش رو تغییر دادن برای اینکه بگن که اینجا یک مسجد بوده برای آدم های بیگناه که میمدن دعا میکردن. و مسلمه تو این جریانات هم این کار رو میتونن راحت انجام بدن، و برای این مسئله با دو سه روز تاخیر خبرش پخش شد. آقای شارمهد جرامی، به نظر شما چرا سخنگوی سپاه این خبر شما را تکذیب کرده و گفته که شما را متهم کرده، یعنی انجمن پادشاهی را متهم کرده که به دنبال سوء استفاده سیاسی هستند؟ چون پیش در
در سوابق سپاه پاسداران ما دیدیم که بلا فاصله یا اسرائیل و یا امریکا رو متهم میکنن در موارد مشابه، یا در برخی موارد هم از جمله ترور دانشمند هستیشون علی محمدی، مسعود علی محمدی، ابتدا انجمن پادشاهی ایران رو متهم کردن، بعد سپس تغییر موضع دادن و گفتن کار اسرائیل و امریکا. شما فکر میکنید که الان که اینا تکذیب میکنن به دنبال چی هستن؟ چه با این تکذیب سپاه پاسداران به دنبال چیه آقای شارمن؟ از نظر ما خیلی روشنه، از نظر بسیاری از تحلیلگران همیشه مخفی بوده و اون این است که مشکلات داخلی که جمهوری اسلامی داره اینو میخوان پنهان بکنن. اون چیزی که ما در عرض 3 ماه 4 ماه گذشته از انتخابات به بعد یا پیش از انتخابات شاهد اون هستیم این است که روی سخن اینها با کشورهای بیگانه است، روی سخنشون این است که جنگ بشود نشود، شما چقدر میدید ما چقدر بدیم، ما اتم رو برداریم ما اتم رو برنداریم. ولی مسئله اصلی ثبات جمهوری اسلامی و بود نبود جمهوری اسلامی و شکست پیروزی جمهوری اسلامی تو خیابان‌های تهران مشخص میشه. اون چیزی که اینها در زمان انتخابات به خصوص تا کنون ازش وحشت دارن این واقعیت که سپاه و بسیج هر دو ضربه پذیر هستن رو میخوان با این حرکت پنهان بکنن. اون مسائلی که شما گفتین، اتهاماتی از نوع اینکه گروه های وابسته به کشورهای بیگانه، گروه های وابسته به اسرائیل این کاری کردن و انگلستان این کاری کرده، MI6 کرده، اینا هنوز میاد. حالا بعد از این وقتی که برای تمام مردم روشن شد که یکی از افراد بلندپایه سپاه پاسداران توسط، حالا به قول خودشون، 2 نفر یا 3 نفر کشته شده یا زاربین کشته شدن، برای همه جوانای ایران محرز بشه و این کار رو ما خواهیم کرد. این اعلام این خبر به خاطر همینه که تک تک بچه های ایران بفهمن که آقا اینا ضرب پذیرن، اینا هم از گوشت و پوست تشکیل شدن. گولش، موشک های 18 متری و 6 متری و اینترکونتیننتال رو نخورین، برای اینکه جنگ ما تو اون زمینه نیست. جنگ ما این است که همه اینا را جلوی شقاوتشون، جلوی زورشون رو بگیریم، همین کافی است و این جمهوری سر پای خودش نخواهد ایستاد. تمام قدرت جمهوری اسلامی در شقاوتی است، در زوری است که به آدم‌های غیر مسلح، آدم‌هایی که حاضر نیستن جنگ کنن، میخوان زندگی بکنن، میخوان مدرسه شون رو برن، میخوان دانشگاه شون رو برن، میخوان به کارشون برسن، میخوان زندگی آسوده خودشون انجام بدن، مزاحم اونها میشن و این کار رو 32 سال دارن انجام میدن. به کسی اگه تلاشون وای نسته. خیلی ممنونم آقای شارمت. ببینید موضوع صحبت ما الان مسئله ترور سردار، یک از سرداران فرماندهان سپاه. پس شما به طور کلی جزئیاتی در اختیار ما قرار ندادید و مشخصا در چند جمله میتونید بفرمایید که الان سپاه به نظر شما تغییر استراتژی داده و مثل سابق دیگه نمیخواد اسرائیل و امریکا و یا انجمن پادشاهی رو متهم به ترور کنه؟ قضیه چجوریه؟ در اگه بتونید خلاصه بیان کنید تا ما برسیم. سوالات بسیاری وجود داره که از شما بپرسیم. در درجه اول میخوان با انکار بکنن، انکار میکنن که اصلا یه همچی چیزی موجود بوده، اصلا تروری موجود بوده، چه پسا بعد از تحقیقات ظاهری که اعلام کردن به این نتیجه برسن که ایشون از اسهال خونی مرده یا دعوای خانوادگی بوده و اینجور جریان رو بخوان ماسمالی بکنن. چرا میخوان جریان رو ماسمالی کنن؟ چه انگیزه ای داره سپاه تکذیب میکنه اطلاعیه شما را؟ برای اینکه اگر مشخص بشه، به راحتی بشه، میتوان همونجور که خودشون گفتن با 2 نفر یا 3 نفر که از نظر ما دست کم با 5 نفر بیبره برگرد، هر فرمانده سپاه، هر عامل رژیم رو میشه معلوم کرد، از بین برد. خب این جریان ممکنه همه گیر بشه و به در اینا در بیاره و دقیقا هم همینجوره. سپاه قادر نیست افرادش رو کنترل بکنه، سپاه قادر نیست در مقابل هر فردی که در دستگاه های خودش به کار گماشته 4 تا هم نگهبان بذاره، نه بودجهشو داره به خصوص در موقعیت کنونی، نه امکانشو داره، نه اصلا امکان پذیره، برای اینکه تعداد افرادی که مورد
حمله مردم میتونن قرار بگیرن بسیار بسیار بالاتره، یعنی از نظر فیزیکی از نظر تعداد برتری افراد در مقابل سپاه پاسداران موجوده و این نقطه ضعفشه. پس آقای شاهرمرد، شما معتقدید سپاه برای اینکه نقطه ضعف امنیتی فاحشش رو در واقع پنهان کنه، یا شاید هم بخواد به سپاهیان دیگه روحیه بده، اقدام به تکذیب میکنه و میگه که این مسئله ترور نبوده و انجمن پادشاهی هیچ نقشی نداشته؟ درسته استنباط من از صحبت هست؟ دقیقا همینطوره، به خاطر همین هم شما شاهد اون خواهید شد. یعنی اگر از سوی افراد کسانی که نزدیک به سپاه هستن بشنوید، اگر تو خانوادتون فامیلی دارید، افرادی دارید که در سپاه هستن، بیبرو برگرد چند روز دیگه در بین خودشون شایع خواهند کرد که این جریان اصلا ترور نبوده، یک دعوای داخلی بوده، گروه ما با گروه اونا دعوا داشته، زدیم سر کله هم دیگه رو شکوندیم. این جریانات مختلفی هست که دقیقا مشکل ضعف خودشون رو بتونن بکشن. آقای شارمت جرامی، حالا برگردیم به یه نکته حقوقی که تو ذهنمه. با توجه به اینکه شما در ایالات متحده امریکا هستید، آیا برای این ترور سرویس های اطلاعاتی، مشخصا CIA یا موساد، اطلاعاتی در اختیار انجمن پادشاهی و مشخصا تندر قرار دادن که در این عملیاتتون مورد استفاده قرار بگیره، یا نه خود انجمن و گروه تندر خودش منابع خودشو داشته؟ منابع خبری ما کاملا مستقل، افرادی که این کار رو انجام میدن دست کم یه سال تا دو سال در ارتباط هستن، اونا خبر رو میرسونن و بعد از تایید شدن اون توسط بچه های داخل این خبر رو پخش میشه. خبر نه CIA نه موساد نه کسی علاقه من نیستن اصلا بدونه که چه اتفاقاتی در ایران میافته و اونا بخوان مثلا اطلاعاتی در اختیار رو بذارن. نه به هیچ وجه. آقای شهرمند، یک سوال دیگه، آیا سرویس اطلاعاتی امریکا و یا FBI با توجه به اینکه در امریکا زندگی میکنید، در مقابل این اطلاعیه، مخصوصا حالا این اطلاعیه اخیرتون که به جای خودش باقی بمونه، مثلا در حسینی شیراز هم که خود حالا جمهوری اسلامی قبول کرد که کار انجمن پادشاهی بوده، و همین اطلاعیه اخیرتون در مورد کشته شدن و ترور فرمانده سپاه، آیا نیروهای امنیتی و به طور کلی حکومت دولت امریکا مانعی ایجاد نمی کنه؟ چون به لحاظ تعریف حقوقی که داره این کار یک کار تروریستی محسوب میشه. چجوری امریکا اجازه میده که شما به این راحتی در امریکا بیانیه صادر کنید و یک حرکت تروریستی و حالا فارغ از اینکه چه کسی حقه و چه کسی ناحقه ساپورت کنید؟ ببینید، ما از نظر حقوقی رسانه هستیم مانند هر رسانه دیگه، مثل تلویزیون شما، مثل CNN، مثل BBC، مثل هر رسانه دیگه. هر خبری هم که مورد تایید ما باشه، مورد صحت سخمش مورد تایید ما باشه، اونو منتشر میکنیم و پخش میکنیم. این چیزی که جزء حقوق ما هست و از این حقوق هم استفاده میکنیم. کار ما صرفا در خارج از کشور تبلیغاتی است، چه تبلیغات در زمینه فرهنگ، در زمینه آموزش ها برای مقابله با همین جریان سایبری، برای اینکه کار اینا اتفاقا همین فرد در بودرک واسه شده در کار سایبری بوده، برای شناسایی افراد تو کار تبلیغاتی انجام میده، در اینجا کار تبلیغاتی انجام میده و کار ما اینه، ما منعکس میکنیم تمام اخباری که در داخل ایران اتفاق میفته. هیچ مرکزی در خارج نیست که عملیاتی هدایت بکنه یا شریک باشه در عملیات. عملیات انجام میشه به تشخیص انجمنها و شیوه سازماندهی انجمن پادشاهی هم دقیقا همینه، مسئولیت هر انجمن پای خودشه و در کشور ایران جوان ها حق مسلمشونه که در مسائل داخلی شرکت بکنن و در تا خط آخرش هم پیش برن، هر کاری هم دلشون میخواد بکنن انجام بدن، من اینکه مملکت خودشون دیگه از سیاهی که بالاتر نیست. آقای شارمت ما هم مثل CNN، مثل BBC، مثل کسانی که حالا تکذیب نامه سپاه پاسداران رو پخش میکنن، ما هم تایید نامه
بچه‌های مبارز در داخل ایران رو منعکس می‌کنه. آقای شارمتی عزیز، حالا این انجمن‌ها با شما در تماس نیستن؟ چه جوری داستان انجمن‌های چه داخل ایرانه، هدایت و رهبری و هماهنگی این انجمن‌ها چه جوری انجام می‌پذیره؟ توسط خودشون مستقل هستن. یک زمانی ما در سال 2005 یک برآوردی کردیم، از تمام انجمن‌ها خواستیم که خودشون معرفی کنن و بگن چیکار میکنن چیکار نمیکنن به صورت گمنام. اون زمان حدود 5000 تا منبع بود که خبر رسوندن که فعالیت میکنن در زمینه‌های مختلف، فرهنگی، زمینه نظامی، زمینه بسیج، زمینه اجیتاسیون، وجود آوردن تظاهرات، توی مبارزات مدنی، تو تمام زمینه‌ها شرکت میکنن. یعنی کار مستقلشون با هم دیگه میتونه فرق داشته باشه. اینا به تشخیص خودشون کار میکنن. این تنها روش سازماندهی است که الان تونسته حدود 15-16 سال دوام بیاره. از نظر تشکیلاتی بهترین نوع تشکیلات نیست، بهترین سازماندهی نیست، ولی از اونجایی که ما هیچ دوستی در جهان نداریم، از اونجایی که همه دشمن ما هستن و تضاد منافع با مردم ایران دارن، این تنها روش است که نیاکان ما این روش رو برگزیدن و جوانان ایران هم همین روش رو به راهنمایی انجمن پادشاهی ایران برگزیدن و میتونن به ثمر برسونن. آقای شارمت، شما و یا به طور کلی انجمنهای پادشاهی در داخل ایران با انجام عملیاتهای این چنینی چه هدفی دارید و انگیزتون چیه؟ چه پیغامی رو با این کار، با این عملیات ها میخواید به رژیم یا جامعه انتقال بدید؟ این یک هدف اعلام شده است که این هدف چه در زمینه فرهنگی، چه در زمینه رزمی، چه در زمینه مبارزات مدنی، این است که قدرت قهریه جمهوری اسلامی باید تضعیف بشه و از بین بره. و با تضعیف شدن و از بین رفتن قدرت قهریه که حرف زور دارن میکنن، تازه راه برای فعالیت های سیاسی باز میشه. راه برای فعالیت سیاسی باز شدن به معنی این است که نوع حکومت، حق مردم در این حکومت، حق مردم در آب و پاکشون باید مشخص بشه و بتونن ازش استفاده بکنن. زدن قدرت قهریه برای باز شدن محیط برای فعالیت های سیاسی، این وظیفه است که در مرحله طولانی اعلام شده و هر کسی هم باید در این زمینه کار بکنه. ببینید الان وضعیت جمهوری اسلامی، حالا بهش گفتن که نمیدونم دولا شدن انقلابی یا جام زهر و نرمش انقلابی، و از نظر ما که همون دولا شدن انقلابی زیاد تفاوتی نداره. لحن آخوند هست که پاسدارا هنوز یاد نگرفتن، ولی چیزی که اینا رو تا کنون نگه داشته دقیقا همین قدرت قهریه هست. این قدرت قهریه وقتی از بین، قدرت قهریه شون هم نه در موشک نتیجه مونه، اصلا دعوای ما نیست، اصلا کار ما نیست. دعوای ما دقیقا در محلات هست، در جاهایی که مردم حضور دارن و اینا دارن بهشون زور میگن و هر گونه اعتراضی رو سرکوب میکنن برای جلوگیری از سرکوب اعتراضات. باز زد تو دهن اینا، زدن تو دهن اینا هم از همین طریق فشار آوردن روی خودشون در محیطشون و جان مالشون رو تهدید کردن انجام میشه. آقای شارمهدی عزیز، خیلی ممنون، تشکر میکنم. فقط در آخر بفرمایید که آیا به نظر شما انجمن‌های پادشاهی در آینده نیز دست به عملیات‌های اینچنینی در داخل خاک ایران علیه سرداران سپاه خواهند زد یا اطلاعی ندارید؟ همونجوری که گفتم یه هدف اعلام شده است. انجمن‌های پادشاهی بر اساس سنت دیرینه ایرانی‌ها عمل می‌کنند. اگر می‌خوان بابک خرم‌دین باشن، بابک خرم‌دین دمار از روزگار مهاجمین در بود. اگر میخوان روزبهان خراسانی باشن، روزبهان خراسانی هم وارد بحث نمیشن با کسانی که مال و جانشون رو مورد تحقیق قرار دادن.
اگر بابک خرمدین بخوام باشن، بابک خرمدین هم همین کاری کرده و هیچ راه دیگه ای هم در مقابل اینا موجود نیست. فریادی هم که خود پاسدارا میزنن همینه. من تو برنامه های تلویزیونی معمولا یک نقل قولی صدای یکی از این پاسدارا را میذارم که میگه با همون لحن لاتیش میگه که اینا اومدن تو خیابون، منظورش اعتراضات سال 88، اینا اومدن تو خیابون فکر کردن میخوان خون بدن، دیدن نمیتونن، ما حاضریم خون بدیم، اونا حاضر نیستن خون بدن. اگر اینا حاضرن خون بدن خب چرا دیگه ناراحتن؟ چرا از ترور شدن یکی از افرادشون مینالن؟ برای جواب دادن به اینا همین کار رو باید کرد. راه بابک خرمدین، راه رضوان خراسانی، راه مازیار و راه سایر قهرمانان دیگه هست که غیر از اون چیزی دیگه نیست. هیچ حرف دیگه ای هم کسی گوش بچه های انجمن پادشاهی حتما گوش نمید. آقای شارمت، فکر نمی کنی که بشه تو انجمن پادشاهی تغییراتی ایجاد کرد، تغییرات بنیادین، و انجمن از مشی مسلحانه دست برداره و فعالیت سیاسی کنه، بهتر به اهدافش میرسه؟ اینجوری فکر نمی کنید شما؟ اگر گروهی پیدا بشه و راه موفقیت آمیزی رو نشون بده، بله حتما لازم نیست کسی تغییر بده، خود انجمن تغییر باید کنه. ولی آیا شما در این مدت 35-32 ساله کسی رو پیدا کردید که بتونه با راحتی با زبان خوش با این جانورا صحبت بکنه؟ ما پیدا نکردیم. این پیدا کردیم ما را هم راه نمید. پس تنها راه و انجمن پادشاهی راه مسلحانه میتونه، زبان یعنی خوشبخت. تنها چیزی نیست، این چیزی نیست که تنها انجمن پادشاهی بگه. بسیاری از گروه های سنتی، حتی گروه های 57 هم به این مسئله معتقدن. اصلا جهان داره این طور صحبت میکنه. چرا باید تهدید از سوی کشورهای بیگانه، اون هم تهدید میهن باشه؟ چرا آمریکا باید شاخشونه بکشه؟ چرا باید اسرائیل شاخشونه بکشه؟ مگه خودمون چلاقیم؟ خودمون مگه نمیتونیم بگه بیل به کمرمون؟ خودمون نمیتونیم از پس 4-3 پاسدار بر بیان؟ این واقعه همین ترور اخیر نشون داده که کاملا شدنی هست و انجام میشه و بچه های ایران نمیدونن همینطوری بمونه و جواب بدونه براشون. آخر مطلب، اگر مطلبی دارید بفرمایید در چند دقیقه که برنامه را ببندیم، این تریبون در اختیار شما آقای شارمت. مطلب آخر این است که واقعیت های جهان رو بشنوید. اگر یک حزب اللهی سوری یا یک حزب اللهی حماسی فلسطینی الجزیره ای اجازه داره در مملکتش قیام بکنه و حق خودش رو بگیره، چرا ما ایرانی ها حق این رو نداشته باشیم؟ این حرفایی که نمیدونم یه عده تروریست هستن، اون عده تروریست نیستن. واژه تروریست رو معمولا کسانی به دشمنانشون میبندن برای اینکه در صحنه میدیا بتونن تمیز باشن و حرف بزنن و نمیدونم زندگی بکنن و ممر درآمدی داشته باشن. اگر واقعیت رو هر کس بره توی خودش نگاه بکنه، میبینه که این کشور ماست و حق ماست، ما هم ایرانی هستیم و باید تصمیم بگیریم. جوانان ایرانی تصمیم رو گرفتن، ما هم اخبارش رو پخش میکنیم. هر چقدر سپاه پاسداران فریاد بزنه، نمیدونم تجزیه بکنه، تجزیه نکنه، گوشی کسی به دهکار نیست. خیلی ممنونم آقای جمشید شارمت و بار دیگه از شما سپاسگزاری میکنم که دعوت تلویزیون آزاد رو پذیرفتید و وقتتون رو در اختیار بینندگان تلویزیون آزاد کنم. این برنامه هم از رادیو تندر در ستاده ماهواره یوترسات پخش خواهد شد به مدت زیادی و از همه شنوندگان شما هم دعوت میکنم، اگر چنانچه در ایران هستم، از این رادیو گوش بدن. رادیو 2400 در اختیار شماست. اخبار مبارزاتون رو مستقیما برای تندر بفرستیم برای منعکس کردن. این صدای شماست. خیلی ممنون. تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار.